یکی بود یکی نبود، غیر از خدا همه تبار هیچ کس نبود. به یک جنگل بسیار زیبا 26 نفر از 350 نفری که در فستیوال قصه گویی ولایت هرات شرکت کرده اند اینجا و در این برنامه تقدیر می شوند. هدف این برنامه آموزش توسط قصه گویی است. قصه گویان را هم دانش آموزانی از مکاتب مختلف هرات تشکیل می دهند. در جشنواره قصه گویی ما نزدیک به 350 دانش آموز و معلم از مکاتب مختلف سطح شهر هرات شرکت کردند. از بین از اینا نهایتاً 26 نفر در فینال مستحق دریافت تندیس برتر شدن که در این محفل از اینا داره تجلیل به عمل میآید. برخی از نونهالان دانش آموز که در این رقابت قصه گویی شرکت کرده اند بیشتر علاقمند به قصه هایی از بزرگان دین و شخصیت های تاریخی هستند. این قصه گویی را هم در اصل از پدر و مادر یاد گرفتند. بیشتر قصه هایی که در مورد مثلا اماما و پیامبرا مسلم، مثلا قصه های علمی که در مورد معلومات به مثلا نوجوان ها جوان ها میده من بیشتر خیلی دوست دارم. من بیشتر قصه های امامی و قصه های جالب و کودکان هم خیلی بیشتر. در تاریخ هرات قصه گویان و داستان نویسان زیادی وجود داشته است. قصه های قرآنی و دینی طرفداران زیادی را هم دارد و بیشتر این نویسندگان به این گونه آثار پرداختند. دو تا سوژه بسیار جالب قصه هست. فقط این که ما به قصه ایمان داریم. قصه هست که در قرآن از جمله استوانه های ایمان و باورهای ماست. در پلوی احکام، در پلوی ناسخ، در پلوی منسوخ، در پلوی وعد، در پلوی وعید، در پلوی متشابهات، قصه هم یک از استوانه های این کلام ربانیست که بر ما قطعاً تاثیرگذار است. برنامه های این فستیوال قصه گویی نشان از رشد چشمگیر معارف و دانش آموزان هرات دارد. این ولایت در خود 1,000,000 دانش آموز را جای داده است. دانش آموزانی که از لحاظ هوش و فکر با دانش آموزان دهه های گذشته تفاوت زیادی را دارند.